درود بیکران پاینده ایران قربونتون برم علم ممنون که برنامه ما رو دنبال میکنم آقا اعصاب دشمنان ما رو خورد کردی یکی از چیزایی که من میگم بعض سخن بعد پراکنده بشه این یکی از چیزایی که مذهبی ها دوزارشون افتاد از روز اول انقلاب قابل احترام زن زندگی آزادی که ما مجبور شدیم که دیگه خطمون رو از این جماعت واقعا وقی پر رو مهمندیش جدا کنیم اینا به درستی فهمیدن ما باید امیدانا رو افسرده کنیم و امیدانا برنامه سازی نکنه در 6 7 پیک اینا اعلام کمپین آنفالو منو قرار دادن در کنار کمپین آنفالو کارهای خیلی گسترده تری کردن که خیلی نمیخوام بگم یه بخشش ولی تهدیدهای جدی بود تهدیدهای جدی و حتی تلاش کردن حکم ارتداد بگیرن که قضیه جدی تر بشه که من بکشم کنار که من در عمل تند و تند و تندتر شدم کار به جایی رسید که سخنگوی ستاد تروریستی امر به معروف یعنی آخوند خان محمدی اعلام کرد که آقا امیدانا رو باید بکشیم و براش باید جایزه تعیین کنیم اما دیدن نه من تندترم شدم فشار اومد چون اینا به درستی میدونستن که مهم بذر سخنیه که امیدانا مطرح میکنه با روش های گوناگون هم تلاش کردن که بازدید شبکه های اجتماعی ما پایین بیاد ولی دیدن نه من تونتر شدم محکمتر و مصممتر شما دقت کنید برنامه هایی که من دارم امروز می سازم یه آمار دو تا چهار تا بگیرید کاری نداره چون اینا خیلی آمار می گیرن دیگه الان پنج ما گذشته آمار بگیرید قبل از انقلاب قابل احترام زن زندگی آزادی پخش زنده من بیشتر بود یا بعدش بیشتر شد یعنی فعالیت من بیشترم شد بیشتر هم شد برای که من اعتقاد دارم که باید آدم محکم وایسته در برابر بر این جماعت جماعتی که میخوان حذفت بکنن باید هم پشت کارتو بیشتر بکنی و ثابت بکنی که میتونی تولید فکرتو ببری و بس بدی در جامعه این تولید فکر تا جایی پیش رفت که در کنار این سخنگوی ستاد تروریستی امر به معروف الان دبیر این ستاد یعنی هاشمی گلپایگانی در کانال ایتای خودش اومده واکنش نشون داده بخشی از برنامه منو در دفاع از آقای زرقامی رو گذاشته اولا دعوت کردم آقای گل پایگانی قربونت برم این ماچ بفرستم چون من در کانال ایتا نیستم خیلی ها نمیتونن از اون طریق برنامه منو ببینن الان هم دارم هزینه میکنم که تو کانال های ماهواره ای برنامه هم پخش بشه دیروز هم قسمت دوم برنامه های ما در کانال یور تایم پخش شد دوستان میتونن از طریق ماهواره و ماهواره ترکمن عالم و یاهصد کانال یور تایم شنبه ها ساعت نه و نیم شب برنامه های منو ببینن اولا دست درد نکنه که بخشی از برنامه منو آپلود کردی رو کانال های داخلی این هم ماچ دوم دوست دارم حمله میکنه به من و میگه که الحمدلله اولا بسم الله الرحمن الرحیم اینم جو که در حقیقت باور مسلمونیست بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم که توضیح بهتون دادیم بزن بکش یا قتل فی سبیل پدر عالم و در بیار منم رحمان رحیمم هم از ساعت پنج صبح شروع کن برای من نماز بخون من رو ستایش کن فلان کن دیگه تا تای قضیه میگه الحمدلله که اشخاصی مثل معیوس نادان عجب ادبیات آشنایی بله ادبیات آشنایی الحمدلله اشخاصی مثل معیوس نادان دشمن ستاره امر به معروف و نهی از منکرن ولی جای تاسف و تعامل از همصدایی بعضی از داخلیا در تخریب ستاره امر به معروف و نهی از منکر آفری معیوس نادان اینا رو ولش کن بعض سخن معیوس نادانه رو بچست بذر سخن معیوس نادانی که داری میگی چنان پرکنده میشه و میگی جای تاسف ولی بسن جای تاسف تعامل از صدای, هم صدای بعضی این بعض سخنی که من پخش میکنم این بعضی از داخلی ها شاید امیددان رو نشنون ها. ندونن اصلا کیه ولی بعض سخن امید دانا به صورت مستقیم و ولو غیر مستقیم به این بعضی ها رسیده شروع میکنن حمله بهت میکنن اینه که شما بچه مذهبی از دست من کفری می چرا؟ مهم نیست چه تعدادی منو مستقیم نگاه میکنن مهم اینه که الان بخش قابل توجهی از جامعه ایران داره خوش سوال میکنه چجوری کفار یا مثلا کسانی که ضد اهل بیت بودن سر حسین بریدن گلوی بچه دو ماهه تیر چیز زدن کمان زدن کشتن اما به بدن زینب رحم کردن به این تجاوز نکردن آره این بعض سخنه یه سوال دارم میکنن چه علی مثلا با دختر نه ساله آره فاطمه تا 18 سالگی پنج شکم زایده و اگر عمر مثلا فاطمه رو کشته چرا بعدش علی دخترش ام کلسوم دختر فاطمه ای رو میده عمر اینا سوالات جدی است ببین الان شاید خیلی امیدانا رو نشناسن ولی این سوالات الان براشون مطرح شده چرا چون امیدانا تو این مدت این سوالات رو مطرح کرده بعض ساخن و بس داده در فضای مجازی آره در مورد شما ستاد تروریستی امر به معروف هم همین کاری کردن میگه امیدانا فردی مرتد که چندین بار کتاب مقدس قرآن را سوزانده والا سوزاندن یک زیاد کار جالی من پاره کردم ریس کردم تو توالتم کردم سیفون کشیدم میگه و توهین و ناسزایی بسیاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام میکنن ای خویا خدا به محمد من توهین کرده اون وقت این اسکل ویدیو یک مرتد رو برای اینکه حرفش رو به کرسی بنشاند در کانالش قرار داده است ی خود تبلیغ و امید دانا می شود باز نکنم برات دیگه چقدر تو اعتقاد به پیام برداری اوکی چقدر هم اسمش زیاده اکرم اگه اسم دختر نیست <applause> <متصفيق> نوش جونم خب رو میگم نوش جونم نه تو اینایی تو رو تو که رو که الان میکنم تو پاچت میگه چرا آقای زرقامی وزیر گردشگری از مسئولین ناهمسوی دولت سیزدهم مورد حمایت عرازل بیدینان در مقابل فریزتین فریزتین یعنی وای خدا فریزتین شریفین است ای خدا جانم فریزتین میدونی تکالیف دینی میگه چرا در مقابل تکالیف شریف ما که این امید دانا ایستاده مورد حمایت الان زرقامی باید به تو جواب بده چرا من ازش دارم حمایت میکنم خب پوفیوس شاید من دارم فتنه میکنم شاید من دارم میبینم که زرقامی حرف درستی میزنه و اگر حرف درستش نظام گوش کنه بیشتر میمونه و من از وجودم میخوام این نظام سقوط بکنه از این زرقامی دفاع میکنم تو بهش حمله کنی اون مسئول حرف امید دانا یا حمایت یا عدم حمایت امید داناست همین منطقتون ها با همین منطقه هم مسلمانی و اعتقاد داری به موجود مهمی به اسم متی 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 باز میگه <تصفح> حالا خیلی جالبه زبدر سوال مثل بچه کوچولو نشسته پای گوشی بکن با این سن و سالش این چیزه دیگه اینه هاشمی گفت با این سن و سالش نشسته تو گوشی یه دونه دایره کشیده نوشته چون من مثلا من من پست میذارم از این کارا نمیکنم چون وقتشو ندارم بعد یه دونه زبدر قرمز زده حالا باید سوال کنیم یه زبدر قرمز حاشمی گلپایگانی با 60 سال سن با موهای جوگندمی و اینا یه زبدر بزنه علت حمایت امید دانای مرتد از آقای زرقامی چی؟ آقای زرقامی باید پاسخ بده از کی تالا در منطق شماها که تو شما منطقی ندارید منطق داشتید که حسین باز نبودی متی باز نبودی اسکل نبودی 1400 سال خودتو منتره متی بکنی که درت مالیده ولی کدوم منطق میگه زرغامی باید پاسخگوی این باشد که امیدانه ازش حمایت کرده یا نکرده شاید امیدانه داره فتنه میکنه میخواد شماها رو بندازه به جون زرقامی بینتون اختلاف بندازه نمیدونم شاید بخوام بکنم هزا من کارایی که میکنم چند وچیست یعنی برنامه که میسازم چند وچیه چند تا وچه داره و خو... بابا تو این زمین ها خفن هم من به خدا من خوبم شما ها بدید این خبر من خیلی خفنم شاید من چند وچی دارم کار میکنم یه حرکتی داره او الان باید پاسخگوی این ماشه چرا امیدانه هم آقا تو رو خواهی چه منطقیه پوفیوس با همین هم مملکت من به اینجا رسوندی با ستاد امر معروف ستاد امر به معروف ما بریم مردم رو چیز کنیم امرشون کنیم به معروف عجب نهیشون کنیم از منکر در مورد خانوادت که خود توضیح بده این پولا و ثروتت از کجا بودی هاشمی هاشمک من این خیلی خوشحالم که شما از دست من ناراحتید خیلی خوشحالم ولی منطقتون و استدلالاتون خیلی داغونه دیگه الان داره زرقامی میگه تا بیا پاسخ بده چرا امیدانا حمایتت دو. حالا که اینجور شد من یه بهانه پیدا کنم هفته دیگه یکی دوتا برنامه حمایتی دیگه از زرقامی برم زرقامی بعد بالاخره هوای ما رو داشته باشید اینا یه چیزی بالاخره به ما برسه دیگه نه برو خود نگاه کن چی داری میگه زرقامی خوب اومده حرف حساب میزنه برادر من داری میگه که نکنید به خدا اتفاقا اینا میدونید چیه نظام اینجا سقوط میکنه درون خودشون افرادی مثل زرقامی که تازه بسیار ضعیف بسیار ضعیف داره حرف درست میزنه با ولوم پایین اینجوری شهیدش کردن دیدی برای باند ثروت و قدرت فهمیدی چیه زرقامی که نزدیک خامنه است برای اینکه خرابش کنن به کوبوننش چسبوندنش به امید دانا حالا امید دانا در دیسکورس اینا چیه یه لولو خورخور است دیگه دشمن است دشمن امید دانا دشمن در هم ردیف و آمریکا چرا چون امید دانا باورهای مذهبی اینا رو زده داغون کرده دشمن حالا امیدانا ببخشید 15 سال پیشم باورای اینا رو زده من اصلا قبل از اینکه از اینا بیام خارج قرآن اینا رو پاره کردم ولی توی این مدت چون ازشون دفاع میکنن اینا گفتن گروه بابای حالا یه جا پاره کرده دیگه مهم اینی که الان دفاع میکنه اینا سیستماشون اینجوریه نگاه میکنن چه کسی در حال داره ازشون حمایت میکنه یا نمیکنه این من تعصب به محمد دارم تعصب به قرآن دارم پشمه مثل تخریب مکان در حقیقت بافت تاریخی شیراست اونجا رو دارن تخریب میکنن به اسم امام زمان که ما زمین ساز بشیم برای ظهور امام زمان ولی جایی که تخریب میکنن جای مثلا مکانهای دینی درست نکردن توش پارکینگ سه طبقه درست کردن دارن تو جیبشون میزنن پولشو یا مثلا مرکز تجاری درست کردن یا دفتر برای نمایندگان مجلس درست کردن ولی به اسم چی؟ به اسم زمین سازی برای ظهور امام زمان زمین سازی به امام زمان میگه ولی چیزی برای که مثلا در حقیقت مکانی که مثلا بهش بگم معنوی باشه اسلامی باشه درست نکردن یعنی همش اینم هم ستاد امر به معروفش بابا جان این هاشمی گلپایگانی من یه چیزی بگم مثلا این گوساله این حیوان این اصلا چه شغلی بگیره که بتونه در سال 76 میلیارد من بودجه بگیره از جمهوری اسلامی یه ستاد راه این به نام امر به معروف 76 میلیارد تومن بودجه میگیره خدا بده برکت دیگه از این هفتاد شش میلیارد تومن دیگه حالا بگو 10 میلیارد هم خرج ستات میکنه پفییوز حتی برای کشتن منم دلشون نمیاد دست به این پول بزنن پیشنهاد دارن که بنیاد پانزه خرداد بیاد یک جایزه تعیین کنه امید دانا رو بکشی خب پوفیوز تا هفتاد شش میلیارد تومن پول گرفتی تو پیشنهاد پیشنهاد دهنده پیشنهاد دنده و پیشنها دست تو جیبش بکنه تو پیشنهاد میدی بنیاد پانزده خرداد بیاد پولش بده تو میگی امید رو بعد بکشیم خب بگو خودم هم جایزش رو تعیین میکنم از این هفتادش داشت... آقا مگه تعصب به اسلام نداری آقای هاشمی گلپایگانی اگه نمیگی محمد و فلانه نه که پای محمد تو ای کردم مگه نه سرتاپای حسین تو قهوه‌ای کردم سرتاپای امام زمان تو قهوه‌ای کردم خب غیرت داشته باش آقا از این پول 76 میلیارد تومن جرأت داشته باش لای پاهاد یه چیزی باشه حاضر بشی از همین پول خرج من بکنی بیا بگو آقا امیدانا باید کشته بشه من هاشمی گلپایگانی من ستاد امره به عشق آقا مولا علی این به حضرت علی به حضرت زینب توهین کرد این چون توهین کرده به حضرت زینب من از این هفتاد و میلیارد تومن بودجه که ابراهیم رئیسی به ما داده مثلا 20 میلیارد من میذارم هر کی امید دانا رو بکشه 20 میلیارد تومن شیرین پیش من پول داره از خودت مایه بذار ولی چی تو خودت هم ببخشی مثل من میدونی که علی خری نبوده چه میدونم محمد خری نیست تو به اسم اونا داری پول میگیری میخوای به رو تحریک کنی ولی حاضر نیستی که عجیبت خرچ کنی میخوای مرتد بکشی بکش با پول خودت چرا پیشنهاد داری بنیاد پانزه خورداد چیز کنه؟ برای کشتر من جایزه تعیین کنه اینجاست که میری حواله میشی به انگشت وسط بین دوتا انگشت دارم یه پیشمینی هم بکنم تو میمیری میریز خاک ولی من همچنان زندم نظرت چیه؟ عاشقتونم بدرود پاینده ایران